که نزدین دستتون درد نکنه. علی آقا کندور یادت نره. چشم حتما. بذاریم باشون هم میزنم. نه بابا یه ساعت پیش به این پسرا گفتم که اینو بزنن. معلوم نیست تو کوچه حواسشون کجاست. الکی وایسادین اینجا یه ساعت پیش میزنیم دیگه. سلام خسته نباشی. شما خسته نباشی دنده دار. بالاخره اومد. آره. انشالله مکه رفتن شما نتر آب بدیم بهش اول آب بدیم بهش آخه بچه ها خسته نباشی اوی اسمشو قربون برم الهی بفرمایید یه تابلو من دارم بچه بزنن این وسط آخه دستون درد نکنه ببخشید من جلو بودم چند تا خارجه ای داریم خانم من نایی جا کنی آقا جون بجنبین دیگه زن داداش راشون بنداش آبجی بابا سوار شو بدید به هر بیرم دیگم بیرم بابا سوار شو دستور نده میوالا دیگه من ایوان شوخی دارم احمد رضا اینجا چیکار میکنی بسه مگه ژاپن نبودی؟ شاکر داش قاسم خیلی نوکرتم لای موتور چیکار میکنی بسه؟ برگشتم قاسم یه بالا خیلی چکریم برو پارش کن از این سابینه میگه رفیق قدیمی تیم یه ندا میدادی بیم فرودگاه یه حلقه گل بندازیم گردنه ترکمی تو بالا کنیم تو یکی دیگه از رفاقت حرف نزن 500,000 تا از زن من گرفتی دیگه همه چی به کل فراموش کردی دوستی و رفاقت و همه چی نه سلامی نه علیکی به خاطر 500,000 تا هم حرف پول رو نزن من شرمنده تمام چقدرم که تو حالا شرمنده شدن یعنی شرمنده یاره آره شرمندم دیگه دستم خالیه نمیگم پولتو نمیدم که میدم ولی الان دستم خالیه تو الان باید 4 تا گاراژ بر خودت داشته باشی 7 سال پیش من داشتم میرفتم ژاپن من یادم علاف بودم تو یادم آچار به دست فنی من الان همه چی دارم تو هیچی چی شدی بدتر از اون موقع تو خودت الان چیکاره اینقدر به من سرکوف میزنی همون دیگه اینقدر رفتی تو کشور غریب سگ دو زدی تو مرده مردم ترقه گوشی ترکوندیش الان چی داری؟ من همه چی اون موقع که بهت میگفتم زن بگیر امروز رو میدیدم من اینکه از قدیم گفتم پشت سر هر مرد موفقی یه زن با درایته زن با درایت تو خوب اومدی ولی مرده موفقه. یعنی چی؟ چی با یه حرفی زدم برش. نه یعنی چی؟ زمونه ودی شده. هیچ. منظورت چی بود؟ آقا من اصلا نمیخوام حرف بی ربطی بزنم. میگم منظورت چی بود؟ رفیقمی. آقام خدا بیامرز یه حرفی رو میزد میگه پسر این حرف آویزه گوشت کن. زن تهش بازم زنه. 62 طبقه اول موقعیت تجاری مسکونی بر منیری. اصلا یارو فروشنده هم نبود. 85 متر مسکونی طبقه سوم نارمک 4 تیرانداز بازسازی شده کامل. 18 متر تجاری زیر همکف پاساژ تمدن 4 امیرکرم. این همون پاساژیه که آینه شمدونمون ازش خریدیم. آخه تموم شد دیگه. اینم حاصل 7 سال تلاش شبانه روزی شوهر عزیزم. قربونت برم. واقعا زن مثل تو نمونه است. تو این همه سال یه دونه یک قرونه برای خودت خرج نکردی؟ دختر من مثل که دست کم گرفتی. آره احمد رضا خان، از قدیم الایام گفتن که پشت سر هر مرد موفق یک زن با درایته. تلفن من، میرم جواب میدم. مامان، دایی. بله، همه چی قانونی و درسته. ببین دوست من، شما یه چیزی رو با رضایت و اختیار خودت میدی به بنده. منم همه اونا رو قانونا میزنم به نام خودم. حالا 2 سال، 4 سال، 10 سال دیگه به هر دلیلی شما پشیمون میشی. خب؟ به نظرت میشه رفت و اقامه دعوا کرد که دور از جونت یه غلطی کردم و توش موندم، اموالمو بهم پس بدین؟ میشه؟ کسی نیست؟ سزاره؟ عشقی شادیه شما نگاه کن، همه انگشترم تو نگینی در جاشو تولد عزیزم، همه انگشترم تو نگینی، نگاه باد کنک ها رو که نداریم، نگاه پش بشه ها رو، تولد مبارک دوست دارم. خوشحال نشدی؟ چرا، خیلی غافلگیر شدم. ممنون. 600,000 تومان جریمه. با اون پول میشد 2 تا لنگه ماشین تو خرید. 20 روز رفتی حبس، فکر میکردم دنیا به آخر رسیده. نمیدونستم که 7 سال نمیدونم. ولی نمیدونم باورت میشه یا نه، تمام این 7 سال من با خاطره همین روزایی که میگی گذروندم. یه وقتایی هم پام شدم تنهایی میرفتم جاهایی که قبلا با هم رفتیم. دلم نمیخواست نبودنت برام عادت بشه. لاش بزرگش چیکار کرد؟ این ناقلا تو که میگفتی من یادم نمیاد، حالا همه چیشون رو یادته. معلوم که آراداران احترای نیلو انتظاری. خسته نباشی. خیلی ممنون. با خانم نسبتی داری؟ چیز دختر خاله‌ام. کارشناس ایتون لطف کنی. مرسی. کیفون شماست؟ بله. کیفون شماست؟ بله. با اجازه. کار، سختی، تحقیر، هیچ کدوم اذیتم نکرد. ولی تنهایی، نبود تو کمرمو شکست. عزیز دلم، تو این 20 روزی که اومدم یه حال و هوای دیگه ای دارم. محال دیگه حتی یه روز تنهات بذارم. راستی یه فکر خوبی کردم. میخوام خونه ها و مغازهایی که خریدیم و همه رو بفروشیم، توی کار پرسود و مطمئن سرمایه گذاری کنیم. بی خود از نقشه ها نکش، تو ایران نبودی نمیدونی چه خبره. اینجا تنها سرمایه گذاری مطمئن ملکه، همین. غذا تو بخور. الو 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 احمد رضا، الو احمد رضا دیدی؟ سیکو تویی؟ آره احمد رضا، سیکو هستم. کجایی؟ فرودگاه. فرودگاه چی کار میکنی؟ بابا درام خواهم برم مسافرت؟ فرودگاه تهران هستم. فرودگاه تهران؟ آره با مریم اومدیم. شوخی نکن سیکو. شوخی نمی کنم، بی خودتو گوش کن. آبجی زودتر کار داریم ها. میای یا ما بیایم؟ کجا بیام؟ جانم مرزا، فرودگاه تهرانی؟ الو داداش چی کار میکنی؟ میایی دنبالشون یا تاکسی بگیرم بفرستمشون خونه؟ کجا بفرستیشون؟ خونه دیگه. مگه این آدرستون نیست؟ خیابون پیروزی، چهارراه، کوکاکولا، کوچه 8 فلک 10. داداش دور از مرا و مردونه یکی این آبجی ما رو با بچهش دیگه مملکت غریب تنها بذاری. آقا جون قربونت برم، یه ماشین برای اینا بگیر بفرستشون هتل رم، من خودم یه رب دیگه میرم دنبالشون. مریم جون، بابا سلام 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 جان، دختر من، خوشگل من، بخ 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 بخ. احمد رضا، نه 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 احمد رضا. آره همینجوری، مثل اینکه اومده 2-3 ماهی اینجا بمونه. آره آره چرا هتل؟ خونه بنایی داریم، سقف چکه میکرد، لوله‌ها ترکیده بود، جک و جونور داشتیم، سنپاشی کردم. الان دیگه خودم هم شبا تو خونه نمیخوابم، میرم تعمیرگاه پیش قاسم. احمد رضا تلفن چی؟ تلفن تازه خریدم، هنوز تو زنگش خودم بلد نیستم. الو الو احمد رضا، سلام عزیزم، چطوری؟ خونه نیستی؟ آره اومدم بیرون یه هوایی بخورم. ببین غروب زود بیا خونه، یک حالمه برنامه خوب دارم، میخوام باید حرف بزنم. باشه باشه حتما میبینمت. خیلی خوب، اینم از این. آقا خیلی ممنون، بفرمایید بریم. مگه کارا نبود درن دانایشون هم بدی؟ یاداته همش درن و برو هم میکشیدی؟ چشم، بریم کمی استراحت بکنیم بعد بریم همه جا رو میگردیم. بودو بریم بابا، میگم بودو. رسیدیم دیگه، خداحافظ. مگه برا نمیای؟ نه اینجا که ژاپن نیست که من باید بر سر عمل بنده باشم و الا کار نمیکنم، باید چهار چشی بپامشون. تو برو من فردا صبح میام. بای بله قا شب بخیر آقا، برو چهار کوکا سریع بیچه شب. انقدر امروز چشفرات بودم که برگردی خونه، نه اینکه این چند وقته نبودی همش تونتون دلم برات تنگ میشه. قرار بود امروز یه خورده زودتر بیار. رفته بودم سفارت ژاپن. سفارت ژاپن واسه چی؟ دو روز دارم دنبالم میگردم، میخوان انجمن دوستی ایران ژاپن رو فعالش کنن. انجمن دوستی؟ تو رو از کجا پیدا کردم؟ رو موبایلم زنگ زدن. این خط که دو سه روز بیشتر نیست رو افتاده، چجور پیدات کردم؟ ژاپنی‌ها وقتی یه چیزی اختراع میکنن اول بدلش اختراع میکنن. الان تو کامپیوتر اسم منو که بزنن شماره تلفنم همینجور میاد رو صفحه اسمبلی. اسمبلی؟ به یاد اون سفر ماحصلمون آخر هفته یه چند روز تعطیلی برنامه گذاشتم با مامانم و من جمالی و اینا را بیافتیم بریم طرف شما. چه خبره؟ تعطیلیه دیگه، سه شنبه چهارشنبه تعطیل، پنجشنبه جمعه هم تعطیل، میذاریم میریم شما. برنامه یه نه؟ عالی. زنگ میزنه جواب نمیدی؟ چیو؟ اسمبلیتون رو فعال کردن، موبایلته. اینو بگیر بگیر. الو؟ الو؟ احمد رضا؟ سلام علیکم. حالت خوبه احمد رضا؟ من خوبم، شما خوب هستین؟ اتفاقا من همین الان داشتم این گزارش رو تهیه می‌کردم. بله من تا آخر هفته حتما مجموعه مطالعاتم به صورت مکتوب میارم خدمتتون. چی میگه؟ بله من فردا خودم میام سفارت. Have a good time. چقدر این ژاپنی‌ها انسانن. از وقتی قرار شده من این گزارش برای انجمن دوستی ایران ژاپن بدم همینجور تشکر و تقدیر و هی زنگ میزنن. چقدرم باهوشن، همشون زود فارسی یاد گرفتن. سرکنسولشون هم بود تازه. چه میکنه این ژاپن؟ مریم یواش بودو نیفتی بابا. احمد رضا. بله ما الان یک هفته است اومدیم ایران، چه ما نمیبریم هونه خودت؟ من میخوام دوستاتو و با فامیلاتو ببینم. بهت که گفتم تو خونه تعمیرات داری. احمد رضا یکی ساری بکنم به من راستشو میگی؟ مگه من طالب تو دروغم گفتم که دفعه دومم باشه؟ واقعا دوستاتو و فامیلاتو همه منو میدونن؟ نه نمیدونن. مریم خواب چیه مگه؟ نمیبینی در حال تحقیقم. دارم وسایل سفر رو جمع میکنم، نمیدونم برات چی بردارم. کدوم سفر؟ پس فردا دیگه 4 صبح را میفتیم میریم شما. وای چقدر دلم میخواست بیام شما، ولی چی؟ این وضع من نه اینم ای بابا ول کن بابا، دو سه روز که به جایی بر نمیخوره. این برنو بساط هم برمیداریم میبریم همونجا کارتو انجام میدی. تو که میدونی من چقدر دلم میخواست بیام شمال، ولی آخه چه جوری میتونم؟ قول دادم نمیتونم بزنم زیر قولم که. قربونت برم، من این سفر به خاطر تو جور کردم. گفتم تجدید خاطراتی میشه و با بچه هم بهمون خوش میگذره. میدونم دلم میخواد ولی نمیشه. اما اگه که این ژاپنیا حاصل کار بپسندن، میدونی ممکنه چه اتفاقای خوبی برامون بیفته، وضعمون از این رو به اون رو میشه. باشه منم فعلا کنسلش میکنم، برم به مامانم. نه نه مامانت چیه؟ شما الان برنامه ریزی کردین، ویلا رو گرفتین، تمام برنامه هاتون ردیفه، نمیدونم منصور و میترین هم منتظرن. شما برین منم سعی میکنم بیام، اگه بپیچونمش 4 ساعت راستا انزلی گازش میگیرم میام. احمد رضا چرخا رو نگاه کردی؟ همه چی ردیفه. روغن موغن چی؟ همه چی فقط بریم به سلامت. بریم داده، بریم قربون. بده من ابزار کارو بده من. همین الان لازمش داری؟ الان که نه، اما لازم میشه. بده من. ابزار کار تو قانون لازمه. بجام اینا دیر شو. زندگیش بجام دیگه. بجام بیا واسات خاکشیر درست کردم. زنده میگم کاراتو که کردی زودی را بیا. آدرس هم گذاشتم جلو آینه، میدونم خیلی بلد بود که با ما بیاد. خداحافظ به سلامت. زود بیای. زود میام. بریم. مامان چرا نمیاد؟ همیشه خدا همینجوره. حالا بعد 10 تومن تو هم زود باشین. مامان. خداحافظ. حتما به سلامت. خداحافظ. مامان. نه آخه چرا نه؟ بابا جون از تمام دنیا میان ایران که اصفهان و شیراز رو ببینن. اوج هنر ایران تو اصفهان و شیراز. وقت تو میگی نه؟ عزیزم میفهمم، برای ایران جای خیلی قشنگ دیگه هم داره. یادت خودت همش میگفتی جاده چاروس، شمار، دریا. مریم مواظب باش. آقا جون مسئولیت داره، مال خودم که نیست، مال مردمه. تو یه عمر آویزون من بودی، من یه دفعه از تو چیزی خواستم من هیچ وقت آویزون نبودم. این ماشینایی که اینجاست مال مردمه، یه خال روی یکیشون بیفته من تا آخر عمرم باید کولی بدم. راضی یه چیزی بخوام مال خودم باشه، نوکرت هم هستم. تو گورت کجا و تو کفنت باشه، نخواستم. ناراحت نشو، یه احمدرضا که بیشتر نداریم. حالا کجا میخوای بری؟ شمال دیگه، چالوسی جایی. دقیقه بایست یه کاری برات میکنم. ویلا بدم. اتاق ویلا میخوام. مقابل 50 تومن. بامزه بود، همش ما میخندیدیم. میگفتم صبح بخیر سرم، صبح بخیر. اینا کیه؟ بچه های سرایدار نزدیکن. اوناشون عجب فوزونه ای، مربا با زنبور زنده. بشید داره؟ سلام علیکم، بفرمایید. سیکو خانم آماده این؟ آره میام. کجا؟ مگه نگفتم نهار سورپرایز داریم؟ میریم بازار هره. چی شد؟ آقا اقبالی هنوز در دسترس نیست. بگیرش به کناره هیچ کدوم. الو سلام ستاره جون. الو سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبی؟ نه بابا چه خوبی، فکر میکردم وقتی برگردم دیگه همیشه با همیم، ولی زهی خیال باطل. اینجوری حرف نزن، برمیگردم و دور بزنم. نه بابا دارم شوخی میکنم، گفتم یکم خودمو براتو لوس کنم. عزیز دلم شما همینجوری هم کلی عزیزی، نمیخواد از این کار رو بکنی. چه خبرها؟ هیچی بابا، دارم سفت و سخت رو پروژه کار میکنم، خیلی فشار آورده. سفارت رو میگم. اتفاقا میخواستم بهت زنگ بزنم بگم ما نموندی منزلی ها. چرا؟ نمیدونم ویلای آبش قطع شد، دیشب مکافاتی بود، همون دیشبم به زور موندیم. حالا کدوم طرف ها رفتین؟ منصور یه دوستی داشت زنگ زد یه ویلای توپ برامون ردیف کرده چالوس، بکنم الانا دیگه برسیم. الو احمد رضا چیزی شد؟ نه لوتی غم‌ها چیه؟ بگو دردات چیه؟ بگو بدخواد کیه؟ بگو دردات چیه؟ یاد از صفا کنیم، هرچی غم رها کنیم، غما رو دابونش کنیم، از خونه بیرونش کنیم. قاسم آقا گرفت گوشیره بیاد، اومدم سلام گوشیره بیاد. اینا ماهیه آزاده آقا، دست درد نکنه بیا دیگه. خودت بیا نه خوبه چند کبابی هم ما بده. چشم بیتش قربونت برم. من میگم ولی حاضری میخوردیم بهتر نبود، این کلی پاک کردنشون درد سر. چی داری میگی؟ یه دقیقه ناکن دیدی رو ژاپنیا رو دیدی؟ از اون ور دنیا اونم شما اینجا ماهی شمال ما رو بخوره، بعد ما از تهران برشیم به مثبت برای چند وقت اومدیم اینجا حاضری بخوریم. ستاره جون کفر منو در نیار. ببین بعد 90 بود پاشدیم اومدیم شمال، میخوام یه ماهی سیرپور بخوریم با سیر ترشی. من نمیدونم گردابازیش به کی رفته. آره به خدا به کی رفت؟ تو که نمیتونی بی خود 6 تایی میاد. 6 تایی چیه؟ چه میدونم چند تاییه؟ 4 تایی. من 4 تایی نمیدونم. حالا هر چی. من که نمیتونم هنوز نرسیده سرتا کنم برگردم که. به جون خودم نباشه این موری بمیره شاهده. یارو صاحب ماشین اومده کلید کرده ماشینم باید بیاری. من با ماشین برش گردونم، گفتم ماشین مردمه. چطوری بپیچونش دیگه. اومدم اینجا ماشین رو برگردونم. چی بود ماما؟ مثل که احمد رضا بود. احمد رضا خونه است بیچاره، این تو بود الان داشت با من. بابا احمد رضا بود با این رفیق مکانیکش. شما بس که این دومادتو دوست داری همه رو شکل احمد رضا میبینی. یعنی همه ی خطا اشغاله نمیگیره. حالا بدش کنی با موندره میشه بخوام بهش زنگ بزنم دیگه ببینم دوره هم زدی بقیه اتمال ستاره هست میخوام برسول کنم اشتباهی من تو ماشینه مامان گره تو رو دیرم بزنیم یون آمو آقا میتونید میتونید زن میخوره چی؟ ستار؟ ستار؟ ستار چیه؟ دوتار جونه فقط ستار زاده است چیه؟ الو؟ سلام احمد رضا چطوری؟ یه ساعته دارم میگیرمه. خوبم موبایل دیگه. تو چطوری؟ قربونت برم خوب عالی، فقط جای تو خالیه. صدا کی داره آواز میخونه؟ منصور دیگه طبق معمول زده زیر آواز. ببین ما رسیدیم، کارت که تموم شد سه سود گازشو بگیر را بیرو. سر کارم اگه بشی که از خدامه. خسته نباشی، آدرسو بنویس. چالوس بفرمین آقا نادر، بفرمین فکر کنم رستوران خوبی ها. بله بفرمین خانما، همه جوجه هستین دیگه ها؟ آقا به تعداد جوجه، ماست، سالاد، نوشابه، زیتون پرورده داری دیگه، دست درد نکنه. ماست موسیر هم بیا. خیلی امروز شما زحمت دادیم ها. ببخش. الو احمد رضا، ما بعد غذا میخوریم یا بعد آروغ میزنیم؟ ما رو دعوت نمیکنه رستوران. قاسم تویی؟ کجایی؟ همینجا دم رستوران هم دارم میبینمت. تو اینجا چیکار میکنی؟ بابا تو چه رویی داری؟ من قرار نبود ماشین رو تحویل من بدی ببرم، میگم یارو سیری شه. چرا کولی بازی در میاری؟ گفتم فردا اول صبح ماشین تو گاراژ حله. میگم حله. حالا اگه شما بریم به کارمون برسیم. ببخشینا. آقا اقبالی جونم، بریم این تو شام بخوریم. اموری اینجا که بریم این غذاش یه مدلیه، بخوریم معدت تعجب میکنم، جواب معدت رو نمیتونم بدم. یارو کلوچه چارتایی چنده؟ زار که بیسکویت خوردیم، خب شبم کلوچه میخوریم دیگه، تو پلترم هست. من هر چی آوردی اینجا؟ بابا تو شاهدی که این یارو ماشینه رو میخواد. آها کلوچه؟ آره. بفرمایید. ببینین کجا آوردمتون. این رستوران و این جاده. ما بفرمایید. ستاره خانم، این دختره بود تو بازار ژاپنیه. خب حالا زشته. ها، اینا هم ماهی میخرن، هم دارن که ماهی میخورن. سلام عزیزم. سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبم. اتفاقا همین الان به یادت بودم. منم همینطور. منم هر جا میرم همش یادتم. همین الان داشتم میگفتم. تو یه دونه. آره. الو احمد رضا. الو. باز جوجه و کباب و آقا مرزا. بابا منم نادر. طور شده راستش دیدمتون اون جماعت رو دیدید برگشتی. نادر جون اینا از آشناهای ما، ولی بنا به دلایلی من نمیخوام منو ببینن. بفرمایید. چونم با دل بی سر و سامون، چونم با غمی بی پایان، چونم من در کوی خیابان، شده هم آبی سرگردان، شده هم سیر از دنیا. بیا بیرون داداش دیگه، بیا این کارا نیستی قربونت برم. داداش اگه عجل داری کارت بیده دستشوی هم تو نگیم. جونم دمت گم. آقا مرزا رفت. ببین یه جوری که کسی نبینه منو ببرم بیرون، جبران میکنم. خیالت راحت. بودو که دیر شد. برسیم تهرون زودتر از شهر این ماشین رفیق قاسم خلاص شد. تو که خوابی کرد. آقای میرسفند؟ بله. خانم کوچولوتون یک ساعت پیش رفتن بیرون از هتل. الو. سلام احمد رضا، چطوری؟ خوبی؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ ما داریم برمیگردیم تهرون. چرا؟ هیچی دیگه، بدون تو که صفایی نداشت. دیگه نزدیکی های تهرونیم، زودی میرسیم. خونه باشی که ببینم اتا. باشه باشه، خداحافظ. سلام. سلام آقا مسعود گل. ستاره من توضیح میده، میره توضیح میده. توضیح میدادم. آخ جان عزیز دل بابا، میدونستم تا یکی هوای بابا رو داری. بدو بیا. آه کیه؟ اومدم بابا، خواب نداریم ما دیگه. 48 ساعته که نیست که اینجا. آه بله. احمد رضا تویی؟ کنکور آسانه. چطور؟ با مشاوران تخصصی و البته رایگان برای شما. حداکثر توی 20 ثانیه تست‌های فیزیکوریاضی رو به زانو در بیاری. اگر میخوای کل این تکنیک‌ها رو با روشه به روز داشته باشی، همین الان عدد یک رو بفرست به همین سامانه. کنکور آسانه. آخه چطور؟ با بسته‌های آموزشی از بهترین اساتید حال حاضر کشور. برای اینکه متفاوت درس بخونید، عدد یک رو به این شماره سامانه پیامک بزنید. 1044-28. کنکور آسان است. از پا دومی تشریف برده بودیم مؤسسه. به جون داداش اگر میدونستم قضیه ناموسیه امکان نداشت بلند شم این همه رو بیام شمال دنبال ماشین. آبرومون رفت. یه دل و دو دل و یارو زن ایرانی میگیره دیگه، زن خارجی هم میگیره ماشین میبره. به ما یه دونه کم نمیاد. اگه خیلی ناراحتی ما بریم. نه چه ناراحت میشی؟ حالا ما یه حرف بی خودی زدم، هم تخم و قاضره میخوریم، سیر میشیم، فراموش میکن. چقدر جز زدم گفتم این یه لاغبا لقمه دهن ما نیست. چقدر بهت گفتم به خرجت رفت؟ حالا تحویل بگیر دیگه، تحویل بگیر. با قالتاق بازی و زرنگ بازی اومد قاپ تو رو دزدید، راحت آسوده. 6 ماه بعدش هم هوس رفتن ژاپن کرد. جناب عالی هم پاشدی دار و ندار و هر چی بود و نبود فروختی، پول کردی دادی دست آقا. فهمیدی؟ آقا پاشد رفت ژاپن کار میکنه دیگه، کار بکنه. بی خودم فیلم فیلم برای من نکن، حنات دیگه پیش من رنگی نداره. امایی شیر صدره یارو چی میگه تو باز خورد؟ یعنی چی؟ یعنی خدمتش میرسم. آره منم یه احمد رضایی بسازم، همچین یه 6 تا احمد رضا از این برون برش بزنه بیرون. 7 سال پیش که من رفتم ژاپن دیگه شرایط مثل اون اولا که ایرونیا میرفتن نبود، اصلا کار گیر نمیمد که. کارفرماهاشون هم صفر وایساده بودن به کسی که ویزای کار نداشته باشه شغلی نده. خیلی بد دوره‌ای بود، نه کار داشتم، نه پول داشتم، نه پسنداز، نه امید، نه آینده. مجبور بودم برگردم تهران که یه دفعه خدا سیکو رو سر راه من قرار داد. اصلا میگن کار خدا بی حکمت نیست، همینا. ایوه خب بعدش چی شد؟ هر روز کارش این بود که میمد روبرو دفتر کارونه تا بعد از ظهر، اینکه کارم تموم میشد. یکی روز بالاخره صداش کردم، گفتم قانون دولت ما اجازه نمیده کارگرایی بدون ویزای کار استخدام کنیم. پس اول تو صداش کردی؟ نه درم برای سو جریمش خیلی سنگینه، ولی احمد رضا گفت که اون فقط به خاطر خود من میاد اونجا و کار اصلا براش اهمیتی نداره. اگه اذیتت نمیکنه ادامه بده. آقا دختر ما رو دید، 1 دل نه 100 دل عاشق من شد. بهش گفتم سیکو من آوارم، من پول ندارم، من کار ندارم، من آینده ندارم. گفت فدای سرت. دست منو گرفت برد کارخونه باباش. کارخونه که میگم نه یه کارخونه معمولی ها، اصلا تا چشم کار میکرد کارخونه. گفت اینم شغل، اینم کار، دیگه چی میخوای؟ یکی روز که پدرم هم دفتر بود، احمد رضا اومد گفت تحملش تموم شد، اومده هستگاری کنم و اگر اونم محرفت کنم به من و با اون ندن به خاطر این شکست عشقی خودشون میکشه. تو هم باورت شد که اون خودشون میکشه؟ بالاخره یه روز تصمیمم گرفتم و گفتم هرچه بادا باد، من باید نشون بدم که هنوز مردی و مردونگی تو این عالم نمرده. من نباید بذارم این دختر بیگناه خودشو به خاطر عشق من بکشه. رفتم گفتم که سیکو من میگیرمت. آخه ما اینو گفتیم انگار دنیا رو به این پدر دختر دادن. یکیشون این دستانو گرفت و دیگهشون اون دستانو. احمد رضا ممنون. بابای ما رو چیکار کرد اون مدیر یه قسمت بزرگ کارخونه. هیچ موقع فکر نکردی که ممکنه قبلا ازدواج کرده باشه؟ دلم میخواد بدونم وقتی باد حرف میزد هیچ موقع نمیگفت من قبلا یکی دیگر رو دوست داشتم. نه آخ ولی این رسم مردونگی نبود و بالاخره آبجی ستاره اینجا باید وایستاده بود. داداش من اگه این کار نمیکردم که این سیکو خودکشی میکرد. دختر مردم خودکشی میکرد خوب بود؟ نه. من فداکاری کردم، هم جون اونو نجات دادم، هم خودم تونستم یه کاری برای خودم جور کنم. الان این 4 تا خونه و 2 تا مغازه و چه چرا اسم ستاره است؟ به خاطر تلاش من، به خاطر کار من. بلکه که میشدم عین تو بدبخت‌تر از تو. نه خوابیدم. نه دیگه راهی نداشتی. بمیره یارو. ببخشید با خانم هولابادی کار داشتم. اجازه بدین. شما؟ میرسپنج. چی؟ میرسپنج. میگن میرسپنج هستن. بله بله. چشم. فرمودن وقت ندارم. یعنی چی؟ من شوهرشون هستم، باشون کار فوری دارم. عرض کردم که قربان، گفتم وقت ندارم، نمیخوام شما رو ببینم. سلام عزیزم، منم احمد رضا عشقت. بله. سلام مادر زن جان، منم احمد رضا عشقت. من برم. نه برم. خب من برم بیام دنباله. نر دیوار نر. نشسته بودی رو موتور، یارو گنده چماقیه گرفته بوده. آخه اینا کیان؟ تو خونه من چیکار میکنن؟ آبجی ستاره فامیلاشون رو انگلیسی نداشتن؟ ها؟ امنه. آقا بذار فردا صبح بریم دیگه، الان حرف ما نمیفهمن که خستن. من تا صبح خوابم نمیبره. برو ببینه کیه حتما یارو دیگه. آماده باش بهارم سویچم من باز میذارم. ببین بذار برو شد. عوض میخوام شبتون بخیر. میشه یه لستش بیارین دمه در؟ بله. سپاسگزارم. قبلا توی خونه می نشستن مثلا نیستن. شما با کی کار داری؟ من قبلی ها رو اگر چیز بشه اونا رو باشون کار بشه. خارج اومدی؟ خارج اومدی؟ بله. زنگ دادن سعدار دادن از خارج آدم. من نوکرتم نه با سعدار چرا؟ خب میریم اگر چیزه. به نظر تو مشکوته میزنه. من نوکر شما شبتون بخیر. ببخشید. نه من با اجازتون میرم. نوکر. چاکر شما. بابا رو یه خورده چیز کنی. چش. پدر رو یه خورده اگر میشه. چاکری. بفرمایید شما. چی شد؟ بابا داشتم قبضه رو میشدم. اینا چه آدم های خفنی هم داشتیم زنگ میزد سرده. کی بودن اینا؟ هیچی مستاجر جدیدن. میگن از اونا هم اصلا خبر نداریم. 2-3 روز اومدن. بریم دیگه ها؟ بیا شاید جان بیا آقا بیا. بکن آقا بانی بیا یه راحت بکن فرمون راهدش کن بیا بایستا خوبه کافیتو بکن یه سرگاز بله خموش کن. قاسم این ماشین ستاره نیست؟ بود من خریدمش. کی؟ دیروز غروب اومد گپ و گفتشو زدیم. امروز صبح من پول بردم معذر به نامم زد. به جون احمد رضا فکر نکنید داستانی ها. یارو نمایشگاه همین سر خیابون داشت 100 تومن زیر قیمت بازار می‌خرید. از من نگو. نه صحبتی از تو نکرد. نه. چرا من نگفتی دیروز اومده اینجا؟ مگه تو الان قرار دادگاه نری؟ خیلی با معرفتم که میگم وقت دادگاه داری. یه استارت بزن. کش نیستا چیکار کردی ماشینو؟ احمد رضا شهرت میرسپنج چی؟ آقا جون هر چی دوست داری بنویس بدبخت، بیچاره، آواره، داغون. باید دقیق باشه آقا. میر سه پنج سن 38 سال و 1 ماه و 14 روز. نام همسر ستاره. شهرت مرادی هول آبادی. ببخشید سنتون چنده؟ 32 سال و هم 32 سال دیگه. این که نمیشه خانم، دقیق باید بفرمایید. حساب بانکیم که نیست هر روز صبح برم چکش کنم. همون 32 سال بنویسین خوبه دیگه. نام همسر خودشون اینجا تشریف دارن. چرا از خودشون نمیپرسین؟ شما باید بگید. نمیگم. با خودم قرار گذاشتم تا آخر عمرم اسم نحسشو نیارم. بعدم همه اینا رو تو اون شناسنامه‌ی کوفتیمون که نوشته. 2 ماه دارید منو به خاطر این چیزا میبرید میارید. ستاره گوش کن. من میخوام فقط 2 دقیقه با تو حرف بزنم. فقط 2 دقیقه. تو به حرفای من گوش کن. بعد اگه قبول نکردی من میرم. خسته نباشی. که منطقی بودی که ستاره با تو اما جان سرباز جناتم بایستا کجا نریم بری آبای ماشین همه بایستا جان سرباز بایستا داریم به بابای تو میخندیم یعنی باورت نمیشه قیافه ابلهش تو اون لحظه حسابی دیدنیم جات خالی سیکو جان چی شد قربونت برم یک دفعه دارم برای سو ببین از من به تو نصیحت واسه هیچ مردی دلت نسوزه خصوصا از نوع ایرانیش حالا چی عمو جان؟ بابا پدرمونو در آوردی دو ساعته داری باش می‌بینی هی میگی درست شد کوپه عمو جان من که از اولش گفتم خونه شما تو نقطه کوره خودت نقطه کوری مرد حسابی جکو بیا پایین الان میام پایین پس خنده کار خودش رو کرد آره خنده کار خودش رو کرد دستون درد نکنه وای چه غذاهای خوش آب و رنگی امیدوارم دوست داشته باشی حتما آره پرطرفدارترین غذای چینی ژاپنی مثل چلو کباب اوه بعد خیلی خوشمزه باشه بعد چی شد؟ عاشق شدم سلام سلام خوبی شما؟ خوبم خیلی ممنون به خوبی شما شما خوب هستین؟ مختلون داره ببرم آقا فرسوی راستی یادم میره ازت بپرسم اینجا یه سریال نشون میده جمون دختری توش بازی میکنه اسمش سوساناست من شنیدم اینم تو زندگی یه مرد زندار بوده سوسانا، سیکو اسم تو معنیش چیه؟ شاید باورت نشه ولی معنی اسم من تو ژاپن ستاره مثل اسم تو سیکو ستاره بیا جلو وایسه بگی پایین موری بگی پایین بابا دست سال داری آب میگی دستامو بشوری صورت اونو میشوری ساعت خوشگلیه ساعتو بکن دست منو بچسب اومد دیگه پایین پایین برو ببند به احمد رضا خان شیری رو همون شیر خوش ماشین کو در سقیل بردش ها؟ جرثقیل برد؟ دوبله پارک بود اومدن بردنش خب آقا جرثقیل برد یه کاری میکردی مرد حسابی من این لگن رو گرفته بودم پنجشنبه جمعه بلنشیم بریم شمال کارایی میکنی احمد رضا خب یه خورده التماسش میکردی به پاش میافتادی یه مایه‌ای میدادی به یارو مأموره پلیس ما مایه میگیره پاداش این که ماشینو نمیبره دو ساعت التماس کردم هی گفتم جام سروان بیا این پاداشو از ما بگیر بیا آقایی کن این پاداشو بگیر ماشینو نبر گفت الا و للا قانونه بعد یه هفته بخوابه قانونه دیگه یا بگو بلند شدی از ژاپن اومدید آقا بعد از ظهری دو تا یارو چش تنگا بلند شدن اومده بودن اینجا گفتن از سفارت ژاپن اومدیم باید کار داشتن نکنه ژاپن هم کاری کردی داستانی داری سفارت سر برد ها ببین آقا مرزا بلند شدم در یه خانومی باید کار داره بابا با تو هم دیگه میگم دم در باید کار دارن. ببین قاسم آقا، آقا حسینی گفت جلی به دفتر. پاشو پاشو آقا حسینی. فروغ نه، فروغ دارم. علیکم سلام. خیلی شیکه، مبارکه. وقت اضافی ندارم که تلف کنم. اومدم اینجا 2 کلون باید حرف حساب بزنم و برم پی کارم. ببین احمد رضا، اگه بخوای جنگولک بازی در روی که خوب استادشی، منم بلدم اذیتت کنم. اگه بخوای پاشی بیای دادگاه و بخوای هی منو سر بدونی و سنگ بندازی سر راه طلاقم، منم میرم سسود مهریه‌مو میذارم اجرا. حقمه، اندل مطالبه از قانونی هم هست. میندازنت گوشه زندان آب خونک بخوری. پس بهتر بدون دردسر مثل یه آدم عاقل پاشی بیای پای اون برگه طلاق توافقی امضا کنی، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. اتاق 5 دیگه. آره دارم با جدی حرف میزنم، شوخی اصلا ندارم. از تو هم خیلی مرتبه پای این حرفایی که میزنم هستم. ستاره؟ بله. وقت تکلیف اون امانتی های من که پیش تو چی میشه؟ امانتی؟ کدوم امانتی؟ همون دلارایی که من اون 7 سالی که کار میکردم ماه به ما میریختم به حساب شما. همون پس پی این بودی. چقدر من ساده و احمقم که نفهمیدم اصلا به خاطر همینا برگشتی اومدی ایران. نه به خاطر تو برگشتم، ولی الان که کارو به اینجا رسوندی بد نیست حساب کتابمون معلوم بشه. پس حساب کتاب میخوایره؟ باشه. اون دلارا رو بذار به ازای 7 سال انتظار و نگرانیم. بذار به پای 7 سال نگرانی و دلواپسیم. بذار به پای 7 سال که هر لحظه و هر روزشو به یادت بودم و یه لحظه از یادت غافل نشدم. بذار به پای 7 سال عمر و جوانیم که دو تا اتاق تو در تو سپری شد و تموم شد و حروم شد و رفت به این کارش. بذار به پای اون 7 سالی که تا صبح توی درمونگاه تو جنوبشهر جون گردم واسه اینکه اون دلارای کوفتی تو رو واسه خودم خرج نکنم. میذاری به حساب این روزای من. فهمیدی یا بازم بگم؟ نه، فقط عصبی هستی ماشین نزنی. گرفتیم این باشه برا بعد، این باشه برا بعد، این ببینیم توش چیه. چقدر خوش. ببینم این برای اینجا این منم، اینم توی دست در نکنه. خوشگل. اجازه هست؟ اینا چیه؟ اگر بهر گران بودیم اگه خانم مهربون، شما اصولا بار گران هستی؟ این چه حرفیه میزنی؟ دیدیش؟ خوب بود؟ فکر میکنی باز هم باید ادب شه؟ نمیدونم، روبرا که نبود، خیلی به هم ریخته بود. احساس کردم که حتی تو این چند روز شکسته شده. یعنی پیر شده بود؟ یعنی یکم هپلی شده بود. هپری؟ آره دیگه، شلخته و چرک و چقر، شکل قدیماش. ولش کن. نگفتی اینا چیه؟ یعنی از خونه جدیدمون دیگه خوشت نمیاد؟ نه، دو ماه میشه من اینجاییم. پدر و مادرم یه جور نگران شدن دیگه، حرفای منو در مورد احمد رضا انگار باور ندارن. به جز اون مریم هم باید آماده بشه یک ماه دیگه مدرسه بره. حسیسم یه احساس میکنم بودن ما تو ایران بی‌فایده شده. قصه داره؟ جونم، تو هنوز احمد رضا رو دوست داری؟ اگه بهت بگم ندارم لابد دروغ خوردم. دلم میخواست امروز باش محکم برخورد کنم، ولی اشکام همون نداد. یه حس عجیبی نسبت بهش داشتم، دلم براش میسوخت. اگه یه چیزو بگم ناراحت نمیشی؟ نه عزیزم، دلم براش حیری تنگ شده. حق داری قربونت برم، شوهرته. نه شوهر تو هم هست. نه این چند روز حیری فکر رو کردم، با اینکه احمد رضا کار خوبی نکرد، جای هیچ دفاعی نداشته، برای برهره که چی؟ اگر ترک گرفتن تو با من بهترین راهه. راجب تو نمیتونم قضاوت کنم، ولی راجب خودم میدونم یه چیزی این تو شکسته که دیگه درست نمیشه. کسی خونه نیست؟ صاحب خونه؟ سلام ورو جک. سلام. حالت چطوره؟ خوبم. ماما اینا کجا؟ مامان ما اینجاییم. کی اومدی مادر؟ سلام. سلام. اوقور بخیر. کجا؟ هیچی دیگه، خانم از دست ما خسته شدن، میخوام برگردم برن شهر خودشون. نکنه که صابخونه جوابمون کرده ها؟ نه به خدا، شما خودتون صابخونه ای. ای بابا مادر جون، مگه خوشی زده پس کلت؟ کجا میخوای برگردی؟ زندگی به این خوبی، آرامش به این خوبی، کجا میخوای بری؟ بالا مرگ میخوای بعد پاش بری بغداد. ای بابا مامان، ای بابا مامان نداره. مگه دروغ میگم؟ مگه دروغ میگم؟ بگو دروغ میگی. پس تا من برم یه دوش مبسوط بگیرم، شما هم این خانوما پاشین لباساتون عوض بکنین، میخوایم بریم رستوران ناهار بخوریم. مگه پولدار نیستین ها؟ نکنه نیای ها؟ سایونارا، پاشین دیگه. بله اومدم. سلام. سلام. نمیریم تو؟ نه عرض آقا حسینی سابکارم گیر سپیچ داده که از امشب هیچ کی تعمیقا نباید بخوابه جز خودتون. نامردن دیگه، آدم فروشی کم نیست. 4 تایی اومدن واسه من که هر شب رفیقشو میاره پیشش، اونم گیر داده. ببخشونه منو، اینجا که مال خودم نیست. وسایلمو میتونم بیام ببرم؟ من کوچیکتم. امروز ببخشو رفیق شیشتم، این قضیه پیچیده، آدم نیستم، اصلا نمیتونم شب بیارم تو گاراژ. میخوای من بیام بیرون یه جایی پیدا کنیم بیام پیشت باشم تنها نباشی؟ تو نمیتونم بیارمه. اقلا این 30-40 تومن دستی هم شب به من بده. حرف پول نزن، من اینقدر مایه ندارم. ببین 7 و 200 برای سیگار میخوام. تو که سیگاری نیستی. و وقتی رفیق آدم نتونه بیاره پیش خودش آدم سیگاری میشه، فشار میاد. یه قرون نمون جیبمون. بالاخره تصمیم خودتو گرفتی؟ اینجا شهر و کشور توه، من تو فامیلت همه زبونت همه پیش تو هستن، کاری تو داری، کارم با توه، ولی من هیچ کدوم ندارم. لعنت به این احمد رضا، دست شیطون از پشت بسته. ببین چه بلایی سر ما آورد. چای تو بخور. این حرفا کاری درست نمیشه، باید فکر بهتری کرد، باید یکی بزرگی یکی وسطه بشه. شما چی میگین؟ کت خدا منشی. اگر منظورتون منم، رو من اصلا حساب نکنید. قند من قند میخورم؟ مورد تحویل نمیگیری حاج خانومو دریا. مادر فلازاره دیب از کجا آوردی؟ اومد دیگه. ببینم فلان داشته باش چیزی نگو برش کن. اما پولی که از طلبکار بودم؟ همین صحبتشو نکن دیگه. چیکار باید میکردم؟ هیچی. دست از پا دراستر باید برمیگشتم. اون وقت چی میشد؟ یا مواد فروش میشدم یا عملی یا دوز. اون وقت همین ستاره خانوم دخترتون طلاقش رو 30 ثانیه اینه چه که برگشتی میذاشت کف دست من. بعدشم من در حقش بدی نکردم، هر چقدر اونجا کار کردم همه رو فرستادم براش، اونم نامردی نکرد و همه رو سند زد به نام خودش. در حق سیکو هم بدی نکردم، داشت ترشیده میشد که من گرفتمش. ایشون که جوونه. بابا این ژاپنی‌ها مدلشون اینجوریه، ماشیناشون رو ندیدین 50 سال کار میکنه. از 16 ساله تا 60 سالشون همشون یه شکلن. از صبح علتولو تا بوق سگ تو کارخونه باباش کار میکردم. چرا؟ برای اینکه مدیون چشم اینجوریا نباشن. اصلا قرار نبود برگرده ایران. این قصه ها رو برای کی داری میگی ها؟ برای منی که همه رو فوت آبم؟ چی فکر میکنی؟ آخر قصه رو برای من بگو ببینم میخوای چی کار بکنی؟ شما بگی من چه گلی به سرم بریزم؟ گل کاهو، تو همه چیزی گند زدی. اون وقت میگی من چه گلی به سرم بزنم؟ هنوز دماغ تو نمیتونه بکشی بالا، اون وقت پا میشی میری زن میگیری؟ این حرفا دیگه فایده‌ای نداره. یه سبویی شکسته، یه روغنی هم ریخته. بعدش هم کار بعدی نکردم، سنت رسول خدا رو انجام دادم. اینجا که شد دیگه دینایی موندا شدی. کجا چیه؟ اصلا میدونی چیه؟ این دست 20 صاحب شده من نمک نداره. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. روزی که اومدی خواستگاری یادته چجوری سرت انداخته بود پایین مظلوم؟ من غلامتونم، من کوچیکتونم. گفتم بچه جون این دختر من باید درست حسابی زندگی کنه. گفتی من کوچیکشم، این بدبختش درسشو میخوند. آخه چه کار کردی با این بچه؟ به من گفتی نمیذارم آب تو دلش تکون بخوری. این بود آب تو دلش تکون نخوردم. برو بابا. بابا نوت کردم آدم که نکشتم که. چیه مگه؟ من مخلص شما. شما بزرگتر ما هر چی بگن انجام میدم. روی چشم. مملکت هرچی نیستش که، قانون داره. میفهمی چی میگم؟ تو این دفترم که کاری برای تو ساخته نمیشه که. سه تاری که بینشون باشه اجرا یک کم و کس. اون یک کم برمیگرده مملکتش. بالاخره اونجا هم جایی هست که بره تو شکایت کنه. فهمیدی؟ به ستاره بگیم برگرده سر خونه زندگیش. سیکو هم نمیذاریم بره. ما سه نفری زندگی میکنیم مثل بقیه دو زن ها. مگه چیه؟ اه! ببین حیمو جان یادت باشه این جزوه زنگ آخر به هم بدی. تو خیلی وای توشه ولی خیلی جای خوشگلیه ها. از کجایی تو رو گیر آوردی؟ من الان چند ساله میام اینجا. همیشه هم دارم میخواست اگه عاشق شدم کسی رو که دوست دارم هم بیارمش اینجا. راستش بگو ناقل ساله چند دفعه با کی اومدی اینجا؟ هیچ دفعه، فقط با تو. یه قولی به من میدی؟ اگه یه اتفاقی افتاده من یه روز تو زندگیت نبودم، اگه با هیچ کس دیگه اینجا نیا، تهرون به این بزرگی ببرش یه جای دیگه. دیوونه. قول بخور. ببینم اونجا همه از این لباس خوشگلا میزوشن؟ نه همه، من فقط برام تنگ شد. مواظب خودتون باشین. قول میدم این دفعه که اومدین ایران حسابی بهتون خوش بگذره. مرسی. فقط یادت نره تلفن ایمیل به ما حتما. مرسی. پرات از اون باقلبو هم میپزم پست میکنم. میگم که باور میکنی ما دوتا حبیه هم دیگه باشیم. برو تیرتون میشه. بسم خدا پس. درست میکنم احمد رضا. بله. نخیر. آقای مهندس رفتن شهرستان. گوشی؟ بله. نخیر آقای مهندس دارم با خارج از کشور صحبت میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ. بله. بله. بفرمایید من یادداشت میکنم. بله. بله. خداحافظ. بله. کی؟ باشه. بله. خیلی خوب من خودم تماس میگیرم. بله خدا نگهدار. بله. آقای مهندس ماشین جلوی در آماده است. به خانم مهندس اجازه هم گفتین؟ بله خدمتشون گفتم الان تشریف میارن. خیلی خوب. نه پس فردا دیگه به درد من نمیخوره. تا فردا ظهر اگه برسه میخوام ولی مرجوز. نه من قبلنم گفته بودم بهت. آره تا فردا ظهر. باشه من خودم تمام. حتما. پس شما خبرش رو من بدید. آقای احمد رضا می سپنج؟ گوشی؟ بله. شما باید همراه ما بیان. طوری شده؟ بفرمایید تو کانتری بهتون توضیح میدم. مهندس کجاست؟ اونیتا بردنه. بردن؟ شوهر من اون کجا بردن؟